داستان صادقترین دختر سالها پیش توی سرزمین دور شاهزاده وجود داشت که تصمیم به ازدواج گرفت او میخواست با یکی از دخترهای سرزمین خودش ازدواج کند به همین دلیل همه دختران جوان آن سرزمین را دعوت کرد تا سزاوارترین دختر را انتخاب کند در بین این دخترها دختری وجود داشت که خیلی فقیر اما شاهزاده رو خیلی دوست داشت و مخفیانه عاشق شده بود. وقتی دختر قصه ما میخواست مهمانی شاهزاده برود، مامانش بهش گفت دخترم چرا میخوای به این مهمانی بروی؟ تو نه ثروتی داری نه زیبایی خیلی زیاد. دخترک گفت مامان اجازه بده تا بروم و شانس خودم را امتحان کنم تا حداقل برای آخرین بار او را ببینم. روز مهمانی فرار رسید. شاهزاده رو تمام دخترها کرد و گفت من به هر کدوم از شما یه دانه گل میدم و هر کس که ظرف شش ماه زیباترین گل دنیا را پرورش بده همسر من میشود دختری که فقیر هم دانه را گرفت و آن را توی گلدون کاشت سه ماه گذشت و هیچ گلی سبز نشد دخترک با تمام علاقه به گلدان می رسید و به اندازه بهش آب و آفتاب می دا. اما بی نتیجه بود و هیچ گلی سبز نشد. سرانجام شش ماه گذشت و روز ملاقات فرا رسید دخترک گلدان خالی خودش را توی دستانش گرفت و توی صحف ایستاد اما دخترای دیگه هر کدوم با گلهای بسیار زیبا و جالبی که توی گلدان داشتن توی صحف ایستاده بودند. شاهزاده به گلها و گلدانها نگاه می کرد اما از هیچ کدام راضی نبود تا اینکه نوبت به دخترک فقیر رسید دخترک از اینکه گلی توی گلدون نداشت خجالت میکشید اما شاهزاده وقتی گلدان خالی را دید با تعجب و تحسین به دخترک خیره شد رو به تمام دخترها کرد و گفت این دختر ملکه آینده این سرزمینه همه متعجب شده بودند دخترهای دیگه با گلدونهای قشنگی که داشتن حرسشون گرفته بود همه به شاهزاده گفتن که اون دختر اصلا گلی توی گلدون نداره شاهزاده گفت بله درسته که هیچ گلی توی این گلون سبز نشده اما باید بدانید که همه دانه هایی که من به شما داده بودم خراب بودن و اصلا نباید گلی از اون دانه ها سبز می شود. همه شما تقلب کردید ولی این دختره که زیبا به خاطر صداقتش سزاوارترین دختر این سرزمینه نوشته پاولو گویلا